شنیدم از قول یه آقایی که حالا یه حرفایی باز طبق معمول تو این ایام بعضی از آقایون میزنن حالا ای به رخ چشیدن 1400 سال پیشی کسی ارزم به حضورتون یه زنی مثلا آیشه نسبت به پیغمبر یه کارهایی کرده نسبت به اهل بیت حالا یه خطایی هم کرده مطرح کردن یا الله باز عرض میکنه عبارت من میشه اینه یا الله یا الله کاری نکرده بابا یه دستور داده جنازه امام حسن رو تیر باران کردن حالا اشتباهی سوی خیلی بی انصافی خیلی امام نشناسی خیلی بی معرفتی چی میفهمی امام حسن یعنی چه چی میفهمی روایت در همین کتاب هست از زید ابن علی ابن حسین شهید فرزند آقا زین العابدین زید زید معروف به شهادت رسید که راوی نقل میکنه دیدم موهای زید در دستشه و دارد این مطلب رو میگه که من شنیدم از پدرم در حالی که موهاش در دستش بود که او شنید از پدرش یعنی آقا امام حسین که حضرتم موهاشون در دستشون بود و فرمودن اوشون شنیدن از پدرشون امیر المومنین در حالی که موهاشون در دستشون بود و فیان فرمودن که رسول خدا فرمودن در حالی که موشون در دستشون فرمودن اگر کسی به یک تار موی من اذیت کند کنایه است یه چیزی که مربوطه به منه به یه تار موی من اذیت کند فقط آزانی منو اذیت کرده تار موی منه منصوبه به منه منو اذیت کرده است حالا مثال میزنیم برای اینکه تقریب به ذهن بشه البته مطلب روشنه یه کسی برد یه جسارتی بکنه به در خانه یک کسی به کی جسارت کرده؟ به خودش آقا این در خونه است آهنه چیکار به تو داره؟ عزیزم در خونه است اما در خونه منه هر عیاز و یه آب دهن بیندازد تو ریشه یه نفری و بگیر من به شما تو این انداختم تو ریشاتون ای عزیزم خب این ریش منه چی داری میگی؟ توهین به یه تارمون توهین به خود پیغمبر است زید ابن علی ابن الحسین از امام زین العابدین از امام حسین از امیر از رسول خدا و هر کس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است و هر کس خدا را اذیت کند جایگاهش در قعر جهنم است این مسلمان نیست اهل ایمان نیست یه تار مو در حالی که موهاشون در دستشون بود اگر یه تار موی منو کسی اذیت کند خدا رو آزرده است کسی که خدا رو بی آزارد جاش کجاست حتما تو بهشته نمیدونم والا چه ارز کنیم مثل که این آقا نمیفهمه بقیه این آقایون متوجه نمیشن دارن چی میگن اصلا حالا حق امیر المومنین هم قصد کرد همه اشتباه میکنن عجب عجب ما یه وقت یه حرفی زدیم خیلی برای آقایون گران تمام شد حالا دیگه به اون حدی که دوباره براشون گران تمام میشه نمیگین آقایان اگر یه کسی بیاد بزنه تو گوش خانوم شما ظالمانه شما چیکار میکنی؟ فوش هم میدی؟ خب بله که فوش میدی زده تو گوشی زن من مردی که قضالت میشه ناموس مردم دارم زن تو را میگم من دارم میگم فاطمه یه زهرا آدم نادان آدم بی معرفت دارم یه زدس تو گوش بزعت و رسول پاره تن پیغمبر کسی که ناموس آفرینش است نه خانم تو تو اگر بزنن تو گوش خانومت حق داری فوش بدی بزنی طرفا تیکه پارش بکنی که اگر غیرت داشته باشی این کارم میکنی وقت داری چی چی میگی به حضرت از اصلا میفهمی کلامتو متوجهی یه عمرم از تفسیر قرآن میگن و نمیدونم چی میگن چی تو از قرآن سر در میگیری ببین حرفتا ببین کلامتا ایمش اشتباه عجب عجب عجب, عجب. خودت و خانومت که هیچی بیان به بزرگان مملکت یه همچی جسارتی بکنن شما که میگیرید ریز ریزشون میکنی اما نسبت به امیر نه نسبت به حضرت زهران نه باید کوتا بیان باید رعایت کنی باید احترام بگذاری یا عجب چرا شما این نمیدونیم واقعا غیرت کجا رفته است؟ توجه نمیشیم عرض کردم مال نشناختنه هست چون مقام امیر المومن نمی خباست دشمن امیر المومن درک نمی کنه اندازه خباست عمر ابن الخطاب اندازه ارزش و فضیلت حضرت زهرا چقدره؟ خدا می داند. اندازه امیر چقدره؟ خدا میداند پس هر کس مقابل امیر المومنین به ایستد اندازه خباستش اندازه ارزش و مقام و جایگاه امیر المومنین اینه کی میخوای بفهمی؟ حیثیت مقابله داره دیگه حیثیت مقابله داره تو الاشیا به ازدادها. ها هم بلد نیستی؟ هر کس از در حوزه رد شده باشه اینا رو بلده اما شما بلد نیستید یا امیر یه آدم عادی میدونی حالا یه دعوایی شده است دعوا با کی شده بنده خدا سر چی دعوا شده اصلا متوجهی خب یه کتابی وا کنید بخونید برید پا یه منبری از منبری های اهل ولا بنشینید یه چیزی براتون بگن متوجه بشید